یکی بود یکی نبود، زیر این سقف کبود و پرزدود شهری بود که اسم شادی بود. تو شهر شادی آدم ها زیاد بودن، آدم های جور و جور که شاد بودن. نه غمی نه غصه‌ای نه حسرتی بود بینشون، همه با هم مهربون، چه پیر بودن یا که جوون. توی این شهر قشنگ و رنگ با رنگ یه کسی خورخورنام با پای لنگ خونه داشت مثل همه کنار شهر. یه روزی آشتی میکرد، یه روز دیگه با همه قهر. دائما به فکر پول بود و کلک، نمیخورد از خسیسی چیزی به جز نون و نمک. مردم شهر همه به فکر کار و زندگی. آقا خورخور ناقلا برای یه جوری کلک کل میکرد دوندگی. عاقبت روزی رسید که آدمای مهربون چشمشون باز که شد، دیدن شدن بی خانمون. آقا خورخور حق باز خریده بود هر چی که بود، از خونه تا مغازه هر چی بگی، حتی یکی صابخونه نبود. خب معلومه بعدش چی شد؟ مردم شهر قشنگ کم کم افسرده شدن، پیش خورخور آدمی مرغ پربسته شدن. تا اینکه یه روز بله، توی این محله قشنگ ما دختری بود به نام لیلا. سلام آقای نامرسو. سلام جانم. روبروی خونشون یه کاراگاه دائم از تو پنجره میکرد نگاه. این نامه از بانک اومده، مال شماست. متشکرم. خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ. یه نامه. بده ببینم. مادر میشه اگه تو اون نامه چی نوشته؟ یه خبر خوش، بانک تو این نامه به ما خبر داده که با وام موافقت شده. معناش اینه که ما میتونیم خونه دار بشیم بچه ها. یه خونه برای خودمون؟ بله برای خود خودمون. شما مثل من خوشحالی نه؟ جان جان پشت این محله و پس کوچه هاش یه زن عجوزه پیر و خرفتی خونه دار. عجوزه داشت پسری گنجونام که می کرد ناله همی صبح تا شام که یا گوش
نشنته یا خوابت میاد. چطوری میتونه بیکار بشینه وقتی این همه آدم خوش و خرم دارن زندگی میکنن؟ مسخره است. باید خودم دست به کار شم. باید برم شهر، شاید اتفاقای مهمی افتاده باشه که من ازش اون یه خبرم. من زودتر رسیدم. اختیار داریم. من زودتر. نه دیگه نشد. داری جر میزنی. نه خواهش میکنم. ازتون خواهش میکنم اجازه بدین این آقا رو من ببرم اون طرف. نه خیلی دقیق. صبر کنین. این بار نوبت منه. حرف دیگه ای هم حالی نمیدی. یه بارم بذاری منو بد بد این کارو بکنم. تو صف نبوده. بله رنگ میمد اصلا اینجوریه که چون نتونم ببرم اونور خیابون ها. آقایون لطفاً آروم باشید. من یه پیشنهاد دارم. خب خب. حالا که میخواید یه کار خوب انجام بدیم. آره موافقم. چطوره که همگی با هم دست به دست هم بدیم و این آقای نابینا رو ببریم اونور خیابون؟ موافقم. خوبه. آره آره خوبه. خیلی خوبه. من موافقم. آره. بریم. بفرمایید. چی بود؟ انگار داره میگه چراغ قرمزه. بله بله قرمزه قرمزه. بله چراغ قرمزه باید صبر کنیم. بریم عقب تر. عقب بریم عقب تر. باشه خوبه. آه انگار سرد. سرد. شما رو بفرمایید. قدم به قدم راحت نباشید. بفرمایید. این چه صدایی بود؟ انگار قرقره. آره قرقره. خودشه. فرار کنیم. فرار کنیم. فرار کنیم. تا کی هستی؟ خورخورم خورخورم قد بلند و خوشگلم صورتم مثل ما هرچند شده یه پانکوتا روی پرپاش دارم دندونای درشت دارم اما چه فایده این روزا از دستی مستجرا به جای هر جوری غذا همیشه قصه میخورم دیگه دروغ نگو خور خور چاقه پلو و دروغ چرا چون شما از هرچی هست تو این دنیا فقط دارم همین ماشین با این اصا به قبل ما دروغ نگو خور خور چاقه پلو از صبح تا شب تو این هوا به دنبال مستجرا از این کوچه به اون کوچه خسته شدم دلم میخواد آب خنک انار و سیب و لواشک دست دیگه ای خورخورک نزن به جنسام نخونک آهای سلام. چه سلامی؟ چه علیکی؟ پول کجاست؟ والا چی به یه جوری بگم؟
آهای هوار 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 همسایه ها مستجرا هوار هوار صبر کن آقا خورخور صبر کن صبر چیه؟ صبر من پول منه پول من جون منه فقط امروز صبر کن چی چی چی؟ بام ما درست شده راست میگی؟ وا ما کجا دروغ کجا؟ میدونستم که شما انسانی از همون اول پرس تو دلم افتاده بود خدا رحمت بکنه آقاتونو چه مرد خوب و خوش حسابی بود حالا میپردازید؟ ما میریم امروز بانک پول نقد میاریم آخ نگو پول نقد بهتر تره خیلی هم بهتر تره خب دیگه با اجازه چهار برد پس افتاده آی خانوم یادت نره بام؟ از کی تالا؟ به حق چیزهایی ندیده بود نشنیده بچه ها زود باشین تا بریم با هم بانک بچه کنار جدای بیادب بیهنره مادر و بهرام و لیلا ستایی راهی شدن به سوی بانک آهای 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 نه نه آهای 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 نه نه من گوش داره کار بخوره به اون شکر این چقدر دارم بگم پاشو برو دنبال کار تو زدیدیم اینقدر بیار مردم همه سر کارن پول بگیرن پول بیسپرن کارمنده ی شریف بای الان دارن پول میشمرن الان دارن پول میشمرن گوشت برم گو پیر هدم بیخواب برم باک بزنم گوشت برم گو پیر هدم بیخواب برم باک بزنم بیخواب برم باک بزنم این شد 1354 با 263 جمع کنیم چقدر میشه؟ سب کنین حساب کنم 50 رو با 3 ضرب کنم 6 و 4 10 و 6 8 10 بر 1 4 و 4 8 2 تا اونجا داریم که کس میشه؟ 61 7 و 7 14 و 2 شد 16 نه نه شد 70 جمع کنین با 70 این پوشک مال کی بود که افتاد؟ مال من بود ای خدا مردم بدیم 24 اونجا داریم 24 4 تام اینجا داریم تو بگو چم میشه؟ سودش هم کم میشه سودش هم 14% که باشه از همش کم میشه با همش جمع میشه میشه 72 قسط و 4 ماهی تر هر ماه 706 تومن و یه عباسی آقایون خانما ساکت بشین چه بی حیا معنی نداره این همه حیاهو و برو بیا حالا همگی کنار 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 بغل دیوار مثل قطار از جلو نظام خبر خانم پولات و ورد مشتری یا یاری کنین بنده رو بانک داری کنین چیزه اینه میخواب بگم سلام میخواب بگم این چیزی که تو دستمه یه هفتیره تو سر برو تو سر من راست میگم جوره ندم گایسترم میخوام که بانکو بزنم باش آقا نوبتی آخر سر دیرم میشه آخه ندم به انتظیره لوسی چقدر تو ای پسر دستا همه بالای سر بازی داره جدی میشه هفتیر داره دستا بالا زود رد کنید هرچی دارید بی سر و صدا بول نخورید گمون کنم که هفتیرش قلابیه آره بابا هفتیر بعد قلابیه در بکنم باور کنید در کن ببینم در کن باشه باشه
حالا میخوام در بکنم. بریم بزنیم زورکی. باشه. بریم. بفرما. اصابه کش. حالا احتیاط شما در نکنه. بگی اون بر در نکنه. خب دیگه ما حاضریم. میخواییم بریم. کجا بریم؟ میخواییم بریم به خونه. با این بولا؟ مال ما نیست به خدا. شما همینجا منتظر باشید. گمش کردی. چه اتفاق بدی. حالا جواب آن خورخوره چی بدی؟ نمیدونم. ولی نباید قصه بخوریم. هر کاری یه راهی داره. بریم به کلانتری خبر بدیم. مطمئن دست نگه دارید. چی فرمودین؟ میخواستم ازتون خواهش کنم چند روز به من فرصت بدین. حضرت عالی کی باشین؟ همسایتون، کارگاه. شما یک کارگاه واقعی هستین؟ البته که من یک کارگاه واقعی هستم و خیلی هم عصبانی. چرا دیگه عصبانی؟ چون تو محله‌ای که من زندگی میکنم یک سرقت اتفاق افتاده. اون دزد بدجنس باید بدونه که با بد کسی طرفه. خیال کرده. یعنی شما میتونید اونو دستگیر کنید؟ معلومه دستگیری اون دزد بدجنس برای کارگاهی مثل من با آب خوردن هیچ فرقی نداره. فقط چند روز وقت میخوام. آخ که اگه بگیرمش حسابشو کف دستش میگذارم. من به شما قول میدم که دستگیرش کنم. راستش ما میخواستیم به پلیس خبر بدیم، ولی حالا که شما به ما قول همکاری میدیم باشه، ما چند روز صبر میکنیم. من از شما متشکرم. فعلا با اجازه. بهرام خوابی؟ نه هنوز. میگم مادر خیلی غصه میخوره، مگه نه؟ ما نمیتونیم به مادر کمک کنی؟ چجوری؟ من یه فکری کردم. فایده نداره، ما هیچ وقت پولی تو اون قلک نریختیم. همش تقصیر توه. کاش به حرفات گوش نمی کردم و به جای اینکه پولمو خرج کنم جمع می کردم. مادرمو خیلی داره قصه می خوره. یه فکر دیگه. دیگه چه فکری؟ عروسکو. خب که چی؟ اونا رو بفروشیم. چطوره؟ بفروشیم؟ معلومه چی داری میگی؟
هر چقدر که اونا رو فروختیم پولشو میدیم به مادر که بدی به آقا خورخور. بس دیگه، من میخوام بخوابم. تو هم هر چقدر دلت میخواد بشین این فکر رو بکن. خوبه خوبه، همه خوابن، خیال کردن میتونن آسایش داشته باشن. گنجو جان، گنجو اکه، چه وقت خوابه گنجو؟ تنبل، تو هیچ وقت نمیتونی یه بدجنس واقعی باشی. ای که سعی خودمو میکنم نبه. آفرین پسر نازنین و خوشگلم، نباید وقتو تلف کرد، باید تا پیش از صبح دست به کار بشیم. زود باش، زود باش. نظر اونا از خوابشون لذت ببرن، نظر اینقدر راحت تو رخت خوابشون قلب بخورن و خور رو پف بکنن. اونا دارن منو عذاب میدن، دارن با خوشیشون منو شکنجه میدن. یک کاری بکن گنجو، برو خونه هاشون، برو سراغ همون لیلا اینا که امروز پولاشون رو دزدیدی، برو ازشون بقاب پا بیا، برو. باشه، رفتم رفتم دره، رفتم. برو دیگه. سنیدین چی گفت؟ گفت میخواید منو بفروزه. باید از این کار منصرفش کنیم. درسته، ما دیگه کجا میتونیم صاحبای خوبی مثل اونو پیدا کنیم؟ خب یه چیزی بگو دیگه، ما چی کار کنیم؟ من میگم بریم بیدارشون کنیم. چطور ها؟ پس معطل چی هستین؟ شما چرا اومدین پایین؟ خودش بیداره. مگه نباید الان خوابیده باشی؟ چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ نمیتونیم والا حرف بزنیم. آخه چرا؟ مگه چی شده؟ من بگم؟ بگو. شنیدیم میخوای ما رو بفروشی؟ ما رو نفروش، ما رو نفروش. خوبه به جای گریم و بردن بار قصم و جای نشستن تو خونه آوردن صد بهونه، دستامونو بدیم به هم بیرون کنیم قصه و غم، دستامونو بدیم به هم بیرون کنیم قصه و غم. خوبه تو شادی و تو غم شریک باشیم همه با هم، وقتی مادر قصه داره غم تو دلش خونه داره، دستامونو بدیم به هم بیرون کنیم قصه و غم، دستامونو بدیم به هم بیرون کنیم قصه و غم. گریه نمیذاره حرف بزنم، ولی فقط یه چیزی رو شاید بتونم بگم، اونم اینه که ما دلمون نمیخواد از پیش شما بری هیچ کدوم. این یادگار خالمه، دوستش دارن یه عالمه، یا این یکی یا اون یکی فرقی ندارن هیچ کدوم. اگه قرار باشه که لیلا و بهرام به مادرشون کمک کنن، به نظر شما چه راهی میتونه وجود داشته باشه؟ ها؟ باید فکر کنی، همین چیزی که نمیشه. میخوری به خودت زحمت نده، متاسفانه راه دیگه ای به جز فروختن ما نیست، اونا فقط ما رو دارن. چقدر سخته، چقدر سخته. بله میفهمم، حق با شماست، برای منم این کار خیلی سخته،
اما راستش ما آدم ها باید به هم کمک کنیم. ممکنه شما عروسک ها اینو خوب نفهمید، اما ما باید این کارو بکنیم تا نشون بدیم که آدمی. این کار کار سختیه، هم برای من هم برای شما. بله همینطور، ولی باید بگم که ما قبول میکنیم. همینطوره، قبول میکنیم، باید قبول کنیم. خیلی متشکرم، جدن از همه شما متشکرم. بذارین از همین حالا به همه شما قول بدم که وقتی وضعمون خوب شد دوباره همه شما رو میخرم به هر قیمتی که شده. خوب دیگه، دیر وقته، فردا روز مهمی برای ماست. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. اطلاعات من درسته، همون دوست بدجنسه. آچه تو رو بچه ها رو بیدار کنیم ها؟ نه بذار بچه ها خواب باشن، خودمون حسابشو میرسیم، بقیه رو خبر کن. دنبال من بیاید، یکی یکی مواجه باشید. پاره شروع میکنیم. خیال کردی کشکه؟ گفتم خیال کردی کشکه؟ شما اشتباه دید، نه خیل، اینجا کشک فروشی نیست قربان. بوزینه بدجنس، کاری میکنم که دود از کلت بلند بشه. این بوی چیه؟ از کلی شماست قربان. بلاخره گیرت میارم شامپانزه خوشجانس. باور نمی کنم. چیو باور نمی کنی داره جون؟ چه عروسک جماعت میتونه راه بره یا حرف بزنه. باور نمی کنم که عروسک ها با هم یکی بشن، حریف تو گنجو یه خیکی بشن. باور کن داره جون، اونا را افتادن. من خودم با این دوتا چشای خودم دیدم. اگه اونطوری که تو میگیم اون عروسک ها بتونن را برن یا حرف بزنن، از همه بدتر این که پسر نازنین منو کتک بزنن. اقب 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 اقب
حتما عروسک های قیمتی و با ارزشی هستن. فکرشو بکن، عالی میشی. بله بله، بهترین راه اینه که اون عروسک ها رو از اون بچه ها بگیریم، یعنی بدوستیم. چطوره؟ خوبه. آفرین پسر نازنین و بدجنس، حالا باید یه نقشه جانانه بکشیم. خودت این کارو بکن ببینم میتونی یا نه. دوستای نازنین من، همیشه هم نشین من، امروز روز آخره، باید جدا بشیم زهر، باید جدا بشیم زهر. عروسک چی باشه؟ ساخت کجا ده؟ مگه علکی افته ای ده؟ دود نزم، یک کمی سب کن الان میام. یک کمی زودتر خانم. گفتم یک کمی سب کن الان میام. دود خشکیه، درکیه، دود خشکیه، چوبکیه. خب چی داری کوچولو؟ این یک کلاغه، اسمش زبله. اینم پنبه ای؟ مرسی. یه سگ پشمالو. اینم آدم آهنی. ای بدجنس، خود آقا دوسته هست، گریم کرده که ما نشناسیمش، خیال کرده ما هالوییم. اینا فقط عروسک هستن. منظورتون چیه؟ معلومه که اینا عروسک هست. نه، بخواب ببینم اینا عروسک دیگه. اون الان تو چنگ منه، بیچاره خودش خبر نداره. بهتره ماموریتمو شروع کنم. سلام. داری چی کار میکنی لیلا؟ نباید مادر بفهمی. دارم عروسک ها رو به این آقا میفروشم.
ما نباید این کارو بی اجازه مادر انجام بدیم. باید به اون خبر بدیم. به مادرتون چه ربطی داره؟ خودتون داری بیفروشی دیگه. سلام. خب دیگه بر عروسک های شما رو خریدم. راستی؟ چه آقای خوبی. ولی این کار درستی نیست. ما باید به مادر خبر بدیم. هیچ اشکالی نداره. چرا؟ یه اشکال داره. چه اشکالی؟ اشکالش اینه که من اینجام. خب میتونین اینجا نباشین آقای کاراگاه. پس که منم میشناسی. بله پس اینکه من شما رو میشناسم آقای کاراگاه. راستی سرتون چطوره؟ جدا چه آدم پر روی هستی؟ بهتره اون گریم مسخره رو پاک کنی تا این بچه هم تو رو بشناسن. گریم یعنی چی؟ من گریم گردم بعد یکی دیگر. دیدین بچه ها؟ آره این همون دوست بدجنسه. نگفتم نگفتم باید به مادر خبر میدادیم. خب حالا چی میگی گامبوی بی خاصیت؟ گامبو خودتی بریم به مادر خبر بدی. نگران نباشین بچه ها، من اینجا هستم. چه منو مسخره میکردی ها؟ نه. حالا یه مشتی تو سرت میزنم که از ته دل بگی آخ. پس بگیر آخ. چیزی شده آقای کارگاه؟ به نظرم اون کله پوک جا خالی داد. باید فکرش میکردم که حساب شده تر بزنم. دستم. حالا چی کار کنی؟ این که پرسیدن نداره جانم. میریم دنبالش. نباید بگذاریم فرار کنه. حمله! آقای بسنی فروش، آقای بسنی فروش، چرخ من از اینجا رد نمیشه. ممکنه شما من کمک کنه این هندونه رو خالی کنیم؟ بله، البته، البته. متشکرم، متشکرم. خب بدین. خیلی خب، بگی که اومد. اینم بگی. خوبه. حالا بعدی. اینم بگیرش. یکم بگی. اینم بگی. خب، حالا آخری. برو کنار. فکر میکنی خونه اون دوزده همینجا باشه؟ آره فکر میکنم همینجا باشه. صبر کن برو نرو تو. میترسی؟ نه نمیترسم، یعنی خیلی نمیترسم. بیا تو نترس، ما دو نفریم اون یه نفره، باید بریم پولا و عروسکا رو ازش بگیریم. بیا Thank you.
میخوای بریم به کسی خبر بدیم؟ اول باید مطمئن بشیم که اون دوزه همینجا زندگی میکنه، بعدا میریم به همه خبر میدیم. اینا که تکون نمیخورن گنجو، مگه نگفتی اینا با هم حرف میزدن و به تو حمله کردن؟ نکنه خیالات ورد داشته گنجو؟ خیالات چیه نده؟ اینا خودشو بودن به جون درجون، اگه دروغ بگم حالا دست به یکی کردن و تکون نمیخورن. همین که به سه عروسک پلاستیکی به وزول زده با سوزن فرفره کرد تو پاو، همین بود، خودش بود، با همین چشم خودم دیدم، دروغ که نمیگم. اون کیه؟ حتما مادرشه، چه قیافه زشتی داره. اگه اون مادرشه حتما پسرش ازش میترسه. من که میگم بریم به مادر خبر بدیم. ساکت باش، نباید صدا اونو بشنون، وگرنه تو درد سر میفتیم. بالاخره به حرفتون میارم، من آدمی با حوصله ای هستم. باید زندانشون کنیم تا به حرف بیان. یالا یه قفس بیار. خب باشه. وای داره میاد این طرف، بیا فرار کنیم الان ما رو میبینه. نه دیگه دیر شده، باید همینجا قایم بشیم. کجا؟ نمیدونم. بیا اینجا، بیا باید بریم تو بشگاه. زود باش، عجله کن، تا نگفتم بیرون نیا. خب قفصه کجاست؟ این کوچیک جا نمیشد. ببینم تا به اوش نایمده باید فرار کنیم. پس عروسکا چی؟ اونا رو هم نجات میدیم، اول باید به پلیس خبر بدیم. خوب گیرتون آوردم. تو فرار کن لیلا، من سرشو گرم میکنم. دیگه نمیتونید فرار کنید، خیال کردی؟ تو برو لیلا، تو برو. دیگه کارتون تمومه. اینا بودن که این تو شما ها به چه حقی به خونه ای من آمدین؟ اصلا چطور جرأت کردین به اینجا بیاین؟ به قصر ملکه بدجنسی.
ای احمقا، خوبه که بدونین دیگه راه فراری برای شما نیست. ما دنبال عروسکامون اومدیم. راستی؟ چه فکر خوبی. حالا شما دوتا با عروسکاتون زندانی من هستی. اینا تو رو زدن؟ دره جون، خودت که دیدی. پسرک بیچاره من، دلم برات میسوزه، ولی من ازتون انتقام میگیرم. اینقدر بهشون گشنگی میدم تا ادب بشن. ولی پلیس هم انتقام من از شما میگیره. شما ها آدم های بدجنسی هستین. بدجنس؟ بازم بگو، بگو. چه کلمه خوبی، چه پسر باهوش. لطفا اگر ممکنه بازم تکرار کنی. بدجنس. لطفا یک کاری بکنین آقای رئیس پلیس. میترسم اتفاقی برای بچه ها بیفته. خونسردی خودتون رو حفظ کنین خانم. مطمئن باشین که ما خیلی زود حساب اون دزد لعنتی رو میرسیم. اول باید یه اثری ازش پیدا کنیم. من خیلی نگران بچه هستم. شما حق دارین، ولی باید بدونین که این خود بچه ها بودن که اشتباه کردن. اونا نباید بدون اطلاع بزرگترها دست به این کار میزدن. بچه ها باید یاد بگیرن که بعضی از کارا مال بزرگتراست. ساکت باش لیلا، بذار بهرام خواب باشه، اینطوری بهتره. باور نمی کنم. به نفعمونه که باور کنی. مثل خواب میمونه، نکنه منم خواب باشم. نه بابا، کی میتونه تو این وضع خطرناک بخوابه؟ البته به جز بهرام که همیشه خوابه. من فقط شما رو تو خواب میدیدم که حرف میزنین و راه میرین. درسته، ولی حالا وضع فرق میکنه. این بار همه ما تو خطر افتادیم. حالا میخوای چیکار کنی؟ خب معلومه، یه نقشه برای فرار. چطوره؟ تا اونا خوبه باید از فرصت استفاده کنی. خیلی خوبه. کلید زندان اونجاست. شماها میتونین از روی میله های در برین بیرون. بعدم به کمک هم کلیدو از روی میخ بردارین. قبل از هر کاری باید یه فکری برای اون دزد بدجنس بکنیم تا وقتی از خواب بیدار میشه نتونه کاری بکنه. بله بله، درسته، کاملا درسته، حق با آهنی. با اون تناب که اونجا آویزونه چطوری؟ عالیه، شروع میکنیم. واه واه، چه ایتر قناسی. تنابا چطوری بیاریم پایین؟ زور بزن بابا، یک، دو، سه. زود باشید، تنابا بیارید پایین. عجله کنید. بیشتر عجله کنید. بکشید، بکشید. بکش، بکش. گیر کرد. اونجا وای نسی، بیا کامک کنید. تو هم بیا کنید. بکش، بکش، گیر کرده، بکش. تنابو بیارید. شما برید اون طرف، برم بیرد این طرف. بنداز، بنداز، تنابو بنداز.
زود باش. بگیر. بکشش. 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 خوبه. خوبه. محکمش کن. حالا تو بنداز. بگیر. ببر. بکش. بکش. خیر. قربان متاسفانه نتونستیم هیچ اثری ازشون پیدا کنیم. همه جا رو خوب گشتیم؟ بله قربان، همه کوچه ها و پس کوچه های محله رو خوب گشتیم. مثل اینکه مجبوریم از عملیات هلیکوپتری استفاده کنیم. فکر خوبیه قربان. پس لطفاً از مرکز بخواید تا یه هلیکوپتر آماده کنم. باید تمام محله رو با دقت از بالا کنترل کنیم. بله قربان. از گوجه سبز به بستنی، از گوجه سبز به بستنی، بستنی به گوجه. لطفاً یه هلیکوپتر آماده کنید. باید عملیات هلیکوپتری انجام بشه. تمام. قربان، لطفاً اجازه بدید منم سوار هلیکوپتر بشم. برای چی میخواین سوار هلیکوپتر بشین آقای کاراگا؟ اول به دلیل اینکه من اون دزد بدجنس رو با دو تا چشم دیدم. دوم به دلیل اینکه من واقعا خیلی خیلی دوست دارم سوار هلیکوپتر بشم. من فکر میکنم همین دوتا دلیل کافی باشه قربان. بله بله، منم فکر میکنم کافی آقای کاراگا. پس لطفا برای عملیات هلیکوپتری آماده باشید. اوه جون، هلیکوپ ببن، محکمش کن، گرش بزن. حالا چی کار کنیم؟ حالا کلی چه بالاست؟ آره حالا چی کار کنیم؟ اصل کاریم کلیده. تو چی بگی آهنی؟ کلیدو چه جوری برداریم؟ اطلاعات من میگه آسانسور، پلکان، نردبان، جز اینایی که گفتم راه دیگه ای نیست. راه دیگه ای نیست. ولی من میگم کوزه اوناهاش. کوزه دیگه چیه؟ اونجاست، بریم بابا سراغش. بیای. وای چه گنده با هم دیگه زور بزنیم. شدنی نیست، شدنی نیست، کوزه خیلی سنگینه. تو هم همش آیه یش میخوری؟ حالا چی کار کنیم؟ فکر یه فکری. بیاین سوارشین، باید عجله کنیم. شما بلدین؟ سردی تو حفظ کن. نمیتونم. راه دیگه ای نداره. یه بار دیگه داره میره. نگاه کن. وای خدا منو مرگ بده که این صحنه ها رو نبینم. پک نمکی بگیر. اینم کلی، بفرمایی. متشکرم، شما بهترین عروسکای دنیا هستی. خیلی متشکرم. تشکر دیر نمیشه، هنوز خیلی کاراست که باش انجام بدیم. فعلا در زنده رو باز کن. زود باش، نباید وقت رو تلف کن. فکر کنم حالا موقعشه بریم بهرام از خواب بیدار کنیم. آره وقتشه. بهرام
برام پاشو باید فرار کنی. چجوری این کارو کردی؟ بعدا بهت میگم. پاشو زود باش، باید فرار کنی. اینو بگیر. باور نمی کنم. آخه چجوری این کارو کردی؟ بگیر. بیا بریم، بعدم برا تعریف میکنه. در بسته است. گنجو، گنجو، بیا اینجا. پسره ی توپل من. گنجو، چرا خودتو به صندلی بستی ننه؟ گنجو، گنجو، گنجو. کی؟ سلام. چقدر بهت گفتم خوابت نبره تنبل بیورزه. ما فرار کردن بیورزه. بلند شو، بلند شو ببینم پسره خوابارو. دنه دیگا، دنه چیزه دیگا. بیا، نباید بذاریم فرار کنن. بکش بکش لیلو، بکش اسلحتو بکش گنجو. ندارم که. کمرت احمق. آره این چیه؟ مخرب که دو دارم. اینجا اینجا بمبسته. آی پام. ها، بریم اونجا. برو تو. یه نکنه. برو. ایداشم. دستت دستم. دستتو بلا. بازم میخواین فرار کنین؟ دیگه نباید بهتون رحم کرد. تسلیم شی. دستتو بلا. معلومه که اون عروسکای لعنتی به شما کمک کردن. بدهش به من. دلم میخواد تیکه تیکشون کنم. این کارو نکنین، ما که تسلیم شدیم. دیگه فرقی نمی کنه، باید همه شما رو از بین ببرم. اول از این یکی شروع میکنم. چیزی میبینی آقای فرگا؟ یه تلسکوپ؟ تلسکوپ روی پشت بام؟ این چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ یه تلسکوپ؟ فکر میکنی این صدای چی باشه گنجو؟ باید صدای ترکتور باشه دنه. نه احمق، صدای هلیکوپتره. نکنه که پلیس خونه ما رو پیدا کرده باشه. نگو، من بیترسم دنه. میدونستم که دیر یا زود پلیس اینجا رو پیدا میکنه و انتقام ما رو از شما میگیره. دهنتو ببند ساکتش. برو بالا پشتمون ببین چه خبره. اخی هرچی میگم انجام بده. معطل نکن، زود باش. باش. اونو اسلحه رو بده به من. مواظب خودت باش، سعی کن خون سرد باش. چشم. اینا به کار خودشه.
چی شده آقای کارگا؟ خون سرد باشید آقای کارگا. خون سرد باشید. نمیتونم. سرد باشید آقا. باید حسابش همینا. من درستم. ولم کنید. صبر کنید آقای کارگا. حواستون کجاست؟ ما الان تو هوا هستیم. ولم کنید. باید از نردبون مخصوص استفاده کنیم. ها؟ بله. حق با شماست. خدا به من رحم کرد. لطفا برید پایین. من نباید بذارم دست اونا به شما برسه. باید گولشون بزنم. برید عقب. بازم عقب. باید عجل کنم. معلوم شد همه بدبختی ما زیر سر توه. تموم شد. حالا دیگه هیچ کس نمیتونه منو بشناسه. ولی ما به همه میگیم که تو همون عجوزه بدجنسی هستی که همه مردم شهر رو اذیت میکنی. شما دیگه زنده نمیمونین که راز منو به کسی بگین. بین کنار، بین کنار. بین عقب، بین عقب، عقب. شما دیگه زنده نمیمونین که راز منو به کسی بگین. خود باشین برید تو تونل عنکبوت. حالا عجله کنین. بیام برو تو. برو 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 دیگه چه بسته رجی پسر. یلا برو برو سرخی دانم که اومو خودتون ببرید. حالا نکن برو دیگه. خود باش خودتن برو تو. تو برو، کلا حالا دیگه دست هیچ کس به شما نمیرسه. هیچ کس میتونه لنکه بود از گشنگی میمیری. همه تون بدبخت اینجا. لطفاً در باز کنید. پلیس. باز کنید. پلیس.
لطفاً کنار، من کارو یک سره می کنم. یک، دو، سه، چهار و نیم. شما بی حرکت باشید لطفاً. شما حالتون خوبه آقای کارگا؟ بله، فقط نمیدونم چرا سرم گیج میره. در باز بود آقای کارگا. جون من، شما از من پیر مرد ضعیف چی میخواین؟ چه آدمای بیرحمی هستین شما دوتا. لطفاً این حرفا رو تو کلانتری بزنید، چون شما بازداشتید. بازداشت؟ برای چی میخوایی منو بازداشتم کنین؟ به چه جرمی؟ عرضم به حضورتون که به جرم دزدی، دیگه به جرم حق بازی، صحیح. و دیگه به جرم باز کردن بی موقع در. بله بله، باز کردن بی موقع در و از همه مهمتر به جرم اذیت و آزار بچه ها. بچه ها؟ کدوم بچه ها؟ ما پسر شما رو دستگیر کردیم. بهتر زودتر به ما بگی که بچه ها رو کجا قایم کردی آقای خورخور. شما میتونی همه جا رو بگردین، ما اینجا بچه ای نداریم. پس همه جا رو بگردیم. با اجازه. ملاحظه فرمودید که من آدم دروغگویی نیستم. همونطور که گفتم ما اینجا اصلا بچه ای نداریم. وای وای چی شد؟ یه عروسک اونجاست. اینجا رو ببینین جناب رئیس، یه اثر، یه مدرک جرم. این باید یکی از عروسک‌های بهرام و لیلا باشه. بله همینطوره، من اونو قبلاً دیدم. حالا دیگه نمیتونین ما رو گول بزنین. ما از شما یه مدرک جرم داریم. مدرک جرم؟ اون فقط یه عروسکه، پسرم اونو خریده. تقصیر من که نیست. تازه پیدا کردن یه عروسک بیارزش چه اهمیتی داره؟ اونو من بدین تا گردنشو خورد بکنم. اونو میتونم با قیچی ریز ریزش بکنم. حاضرم این کار در حضور خود شما انجام بدم. بدم اونجا رو بدیم. چه وحشتناک. ای بچه‌ها بی حرکت، دستا بالا، از جا تکون نخور. اوه اون طرف، اون طرف بیان کمک آقای کارو کن. بچه ها به کمک اتیه شد. شلیک کنید کنار بچه ها. بیان بیرون. سلام، حالت خوبه؟ نجاتتون دادم. خب، حالتون چطوره بچه ها؟ حال ما خوبه، حال مادرمون چطوره؟ مادرتون خیلی غصه خورده، اما حالا که شما رو ببینه خیلی خیلی خوشحال میشه. بیا، این عروسک رو خوب ازش محافظت کن، عروسک خوبیه. خیلی ازت ممنونم، نگرانت بودم. نگران نباشی. شما مواظب رئیس پلیس باشین، من خودم حسابش میرسم. به تنهایی کجا رفتی؟ بی خود سعی نکن فرار کنی، بالاخره گیر میافتی. یه بزرگ مار، یه
از خود دفاع کن بوزینه. متشکرم بچه، بالاخره به هوش اومدم. راستی آقای کاراگا کجاست؟ رفتش خورخورو دستگیر کنه. بریم. حتما به کمک ما احتیاج داره. دیگه کار تمومه. حالا باره. بارا 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 یکم سمت راست. خب خب خب. همینجا پارکت میکنم بوزی. بیان بچه کارش تمومه. بالاخره گیر افتادی تا به سزای اعمال بد خودت برسی. زندان به شما و پسرتون خوش بگذره. هیچ فکر میکردی دوباره برگردیم خونمون؟ راستش نه، اصلا فکر نمیکردم که از دست عجوزه و اون پسرش نجات پیدا کنم. راسب نگفتی چجوری گنج رو بستی به صندلی و در زندان رو وا کردی؟ این یه رازه، شاید هم یه قصه یا یه فیلم سینمایی. دوستای خوب بودن اون قدیما خوبی تو دنیا میمونه.
هیچ کاری